درود و وقت شما بخیر. اینجا در شهر آنکارای ترکیه در خدمت آقای سید عزت‌الله سادات نامزد انتخابات پارلمانی ترکیه هستیم. آقای سادات اصالتا از شهروندان افغانستان است که سالهاست در ترکیه زندگی میکند و تجربه سالها کار سیاسی و اقتصادی را در این کشور دارد. ترکیه هم در تب و تاب تحولات سیاسی است که پس از سالها یک انتخابات تعیین کننده و سرنوشت ساز در انتظار مردم ترکیه است. با اینجا با جناب آقای سادات در مورد اوضاع و احوال مهاجران افغان در ترکیه، وضعیت سیاسی ترکیه در آستانه انتخابات و همچنین مسیری را که تا اینجا پیموده و تا چند روز دیگر وارد رقابت های انتخاباتی برای ورود به پارلمان ترکیه میشه صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدید به گفتگو با ایندیپندنت فارسی جناب آقای سید عزت‌الله سادات. تشکر از شما، از بینندگان عزیز. شما خوش آمدین به انقره. سلامت باشین. جناب آقای سادات، در ابتدا میخوام بپرسم که تجربه تان از زندگی در ترکیه از کجا شروع شد و تا اینجایی را که پیمودین چگونه آمدین؟ من در سال 2001 وارد ترکیه شدم. تحصیلات عالی خود در شهر انقره و پایان رساندم. بعد از تحصیلات عالی خود یک مدت در افغانستان در ناتو کار کردم و بعدا به تجارت خود ادامه دادم. آمدم ترکیه، شهروندی ترکیه را دریافت کردم و تقریبا از او دیگه فعالیت های مردمی و مدنی شروع شد. دیگه از اتحادیه تاجرا بود که در سال 2014 من اما اتحادیه را به پای ساختم و ایجادش کردم. یک کنفرانس در سال 2015 گرفتیم که حدوداً 2.5 میلیون تاجرای ملی افغانستان و ترکیه در اونجا اشتراک کردن و بسیار نمایشگاه ها، بورسیه ها، بسیار فعالیت ها بود. از اونجا کار ما آغاز شد. بله، و فعلا مقر فعالیت های تان استانبول است، درست است؟ بله، به خاطر که اکثریت مهاجرین افغانای ما در استانبول قرار دارن، ولی ما در انقره دفاتر داریم. در انقره قسمی که میبینین، مثال من همین حالا که انقره هستم، از خاطرم فعالیت های حزبی و سیاسی خود همینجا قرار داریم. قبل از حزب عدالت و توسعه حزب ما ایجاد شده و بسیار فعالیت های خوب کردن. بعد از که ایشان وفات میکنن یک سلسله و مشکلات روبرو میشه. الحمدلله دوباره با یک تیم نو، با یک اهداف نو، با یک برنامه نو در این انتخابات که در سال 2023 ما داریم، امیدوار هستیم حداقل شریک امی دولت باشیم و در انتخابات های بعدی پلان داریم که قدرت به دست بگیریم. و شما مشخصا از آدرس کدام حوزه انتخاباتی وارد رقابت های انتخاباتی میشین و در مورد حوزه که شما نامزد هستین و حضور افغان ها در او حوزه و نقششان در رأی که از اونها انتظار دارین کمی با ما توضیح معلومات بدین؟ بله، من از شهر استانبول حوزه دوم که اکثریت افغان های ما شما در اونجا، مثال زیتون‌برنو هم مربوط به همونجا میباشن، افغان های ما شما اکثریت در منطقه زیتون برنو و بیلک دوزو در استانبول بودباش و کاربار و تجارت دارن. ما از اون منطقه خود کاندید کردیم. در مورد همین منطقه که معلومات بیشتر بتیم که چی تعداد افغان در اونجا زندگی میکنه و چی تعدادشون حق رأی دارن؟ در مجموع اگر ما شما صحبت بکنیم بعدا سر از ما شما میپردازیم، ولی در زیتون برنو حدودا 20-22 هزار افغان ما شما زندگی میکنن. آمارایی که در انتخابات قبلی نشان داده، حزب ما توانسته آمار گرفته، حدودا 16 هزار رای دهنده داریم، حدودا 5-6 هزار بی اسناد و یا کسایی که ویزا اقامه دارن در زیتون برنو هست، ولی در مجموع در سطح استانبول حدودا در کل ولایت ها ولسوالی ها را که اگر ما شما در نظر بگیریم 70-75 هزار افغان ما شما در استانبول
بده باش میکنن. بله. و شما ریاست شورای یا شورای ولایتی میگیم یا شورای شهری حزب عدالت، حزب وحدت بزرگ را در زیتون برنو هم برخطه دارین. در مورد فعالیتتان در این حزب که معلومات بتین که از کدام سال عضو شدین و صاحب فعالیتتان چگونه است، رویش فعالیتتان چگونه است در حزب؟ بله صاحب، ما در سال 2020 به فعالیت‌های خود هم از طریق حزب هم از طریق فدراسیون انجمنهای افغانستان که من رئیس فدراسیون انجمنهای افغانستان هستم، در صدر ترکیه حدود 75 انجمن داریم، 20-25 انجمن در ترکیه قرار داره. از او وقتا آغاز کردیم فعالیت های حزب ما در سطح زیتون برنو خیلی خوب است. با افغانای ما مشکلات های اقامه دارن، مشکلات های صحی دارن، مشکلات های تعلیم تربیه دارن، مشکلات های بودباش دارن، مشکلات افغانای ما، شما مهاجرین ما زیاد دارن، ولی تا جایی که ما در ظرف 20 سال تجربه کردیم اینجا دیدیم حزب آمادگی حاکمیت نداره، به خاطر از اینکه فعالیت های حزب عدالت و توسعه خیلی خوب بوده، پیشرفت ها خوب بوده، سرمایه گذاری زیاد شده، مردم در سطح ترکیه را در سطح خوب تمثیل میکنن. امیدواری ها زیاد است که این بار دیگر یک بار دیگر هم جناب رجب طایب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برنده شود. و نگاه این دو جریان سیاسی اصلی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به مهاجرین چگونه است؟ شما دنبال میکنید شعارهایشان را، پیکارهایشان را؟ یقینا حزب عدالت و توسعه به خاطر مهاجرین، نه تنها افغان ها، در کل به مسلمان ها نگارش هم بسیار خوب است. البته همین قانون شهروندی که به حساب به خارجی ها املاک فروخته شد، زمین فروخته شد که باز شهروندی گرفتن و به توسط از او فامیلای خدا آوردن، آد فعلا امرای ویزا امرای اقامه زندگی میکنن، از یک دید خوب دارن. به طور مثال اگر ما از افغانستان فعلا در ترکیه آمدیم میخوایم سیاست بکنیم و ترکا رفتن، مثال اروپا ترکا رفتن، امریکا ترکا رفتن، کانادا وکیل دارن، وزیر دارن، سیاستمدار دارن، چون این قانون طبیعت است. از این لحاظ من فکر میکنم که حزب عدالت و توسعه نزد جامعه جهانی و خارجی ها جایگاه خود داره. من تو فکر میکنم که حدوداً از 1 میلیون زیادتر خارجی رای دهنده در ترکیه فعلا موجود است، یک کتله بزرگ است فعلا. حزب مخالف همیشه که شعار خود به مردم پیش میکنه میخواد از این طریق رای بگیره، ولی یک چیز واضح است که بدون خارجی، بدون مهاجرین ترکیه، پیشرفت ترکیه امکان نداره. من مثال برتان میتونم فعلا، بله نیروی کار هستن فعلا. اگر افغانا مثال در سطح ترکیه روزانه 20 میلیون تخم استفاده میشه، به طور مثال 80% هم تجارت و کاروبار هم زراعت چیز در دست افغاناست. فکر کنین که یار به افغانستان روان میکنه، امکان داره این 20 میلیون این کار پس دوباره خالقای از زیر کسب پر بکنه؟ مثال نمیال افغانا خود در بخشای بسیار دیگه هم سرمایه گذاری کردن، به حساب ساختمانی سرمایه گذاری کردن، چبلی سازی و بود سازی و کشاورزی و قالین بافی، در این چیزا بسیار پیش هستن، بسیار خوب هستن، جایگاه خود دارن. حالا یک چیزی نیست که مثال در ظرف 6 ماه و 1 سال شده باشه، در ظرف سال هاست حدوداً 40 سال 50 سال میشه که افغانای ما، خارجی ها در اینجا جای به جای شدن، ولی تا حال امی حرکت ها شده بود، ولی اساسی به موقعش که به تدریج از صفر شروع شوه که تا بالا بیایه بتانه کاندید شوه نتیجه بتا نشده بود. و به عنوان سوال آخر جناب آقای سعادت، در حوزه دوم شهر استانبول که شما در از او آدرس به انتخابات پارلمانی حضور پیدا کردین، بغیر از افغان ها از شهروندان اصیل ترکیه هم حتما شما در کارزارهای انتخاباتیتان
اونا را جذب میکنین و تلاش میکنین توجهشان را جلب کنین که رای بده به شما. چقدر امیدوار هستین که از آدرس حزب وحدت بزرگ وارد پارلمان ترکیه شوین به لحاظ آمارهایی که این حزب در انتخابات های قبلی داشته، یا فعلا خودتان برآورد میکنین؟ در انتخابات های قبلی حزب ما در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند و در انتخابات پارلمانی اشتراک نکرده بودند، به خاطر که در او وقت یک لیمیت به پارتی ها داده شده بود که چون او لیمیت هماهنگی نشده بود. ولی در این انتخابات اما آمارام، اما آمادگیام، اما چیزام امور نشان میده که ما در سطح ترکیه 20 الی 25 وکیل انشالله میکشیم و در عوضی که ما هستیم عوضی دوم شهر استانبول انشالله در ظرف 2-3 روز آینده ای معلوم میشه. ما فکر میکنم که در سطح اول لدم عوضی خود ما کاندید میشم و مردم خدا، ملت خدا، وطن خدا اینجا به شکل درست تمثیل میکنم.